راستی آزمایی، بررسی باورهای درست و نادرست درباره عقاید دیانت بهایی و بهاییان. گفته شده عقاید بهایی مروج اطاعت کورکورانه از دین است. بهاییت نیز همچون همه ادیان با دعوت مردم به تعبد، آنان را به زندانیان باور تبدیل کرده و گرایش به تعقل و تفکر در آنان را به نابودی می کشاند. برخی معتقدند که تعبد و استدلال ورزی به هیچ شکل با هم همنوا نیستند. جوهر عقلانیت استدلال ورزی هست و استدلال ورزی هم یعنی چرا گفتن و طرح پرسش در خصوص مسئله‌ای که به شما ارائه میشه تا جایی که ذهن آروم بشه. در دیانت بهایی که در زمانی ظهور کرد که تاریخ بشر بسیاری از مظاهر باشکوه و تحسین برانگیز عقلانیت و خرد ورزی روشمند رو تجربه کرده بود، هم عقل و خرد ستایش شده و هم روش استدلال عقلی بسیار مورد استفاده و ستایش قرار گرفته و هم دعوت به استفاده از این روش شده. چندین تعلیم از تعالیم اجتماعی دیانت بهایی مستقیماً به این مسئله مربوط هستند. اولین تعلیم از این تعالیم اجتماعی تحری حقیقت هست. بهائیان باور دارند که هر انسانی نه تنها توانایی جستجو و کشف حقیقت را داره، بلکه موظف هست با قلبی خالی از حب و بغض، قوای ادراکی خودش رو در جستجوی حقیقت در هر امری از امور به کار بگیره و از تقلید کورکورانه از مراجع دینی و پیروی از سنت‌های آبا و اجدادی به شدت خودداری کنه. تعلیم مهم دیگه در این خصوص لزوم تطابق دین با علم و عقل هست. بهائیان بنابر آثار دین خودشون علم رو اعظم منقبت عالم انسانی و رکن اعظم دین میپندارن. بر اساس این تعلیم، این مسئولیت عظیم بر شونه های اونهاست که میان نظام دینی خود با علم و عقل هماهنگی ایجاد کنن. اجتماعی مهم دیگه در این آیین تعلیم و تربیت عمومی و اجباری و همچنین دعوت به فراگیری علوم و فنون روز هست. در حوزه عمل و احکام هم لازم هست این مطلب بیان بشه که بسیاری از احکام دیانت بهایی غیر منصوص و وضع اون متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و تحقیقات علمی هست و قابل تغییر هم هستن. یک مطلب مهم دیگه در خصوص روی کرده جامعه بهایی این هست که افراد در دیانت بهایی به راحتی و آزادانه بی جریمه یا تنبیهی میتونن دین خودشون رو تغییر بدن و یا عضویت خودشون رو در جامعه ادامه ندن. چیزی که جوهر دوران مدرن میشه تلقیش کرد در آیه اول کتاب اقدس ام الکتاب آیین بهایی هست، اونجا که اولین وظیفه مؤمنان رو نه ایمان و باور صرف بلکه شناخت و معرفت نسبت به مشرق وحی
و مطلع امر حق معرفی می‌فرمایند، یعنی تلاش برای دارا شدن باور صادق موجه، باوری که هم صادق باشه و هم قابل توجیه و دفاع عقلانی. مسئله ای را به میزان عقل موازنه نمایید. اگر مطابق عقل است فهو المطلوب، اگر مخالف است شبهه‌ای نیست که وهم است.